امسال یکی از بهترین برنامه‌های جشنواره موسیقی سالزبورگ برنامه خوان دیگو فلورس خواننده تنور بود. خواننده اهل پرو در اوج درخشش حرفه‌ایش نقشی جدید را به رپرتوارش افسوده. او در جشنواره سالزبورگ نقش جنارو را در اپرای لوکرتسیا بورجیا شاهکار دونیزتی آهنگساز ایتالیایی اجرا کرد. من همیشه دلم میخواست نقش جنرال را در اپرای لوکرتسیا بورجیا اجرا کنم، چون آلفردو کراوس که میپرستمش این نقش را ایفا کرده بود. صدای ضبط شدهش هست. اولین بار است که من این نقش را میخوانم، اما عملا آن را میشناختم چون به صدای ضبط شده کراوس گوش میکردم. اپرای لوکرتسیا بورجیا به شکل کنسرت در جشنواره سالزبورگ اجرا شد. در نتیجه خوانندگان تنها روی موسیقی و آواز خواندن متمرکز شده بودند. می توانید روی آواز خواندن تمرکز کنید و این کار مخصوصاً وقتی به شیوه بلکانتو می خوانید خیلی لذت بخش است، چون سبک بلکانتو یا هنر زیباخوانی در اپرا هم فقط با آواز سر و کار دارد، چون بلکانتو فرصتی است برای نمایش زیبایی صدا و همچنین میزان استادی خواننده. اپرای لوکرتسیا بورجیا اولین بار در سال 1833 میلادی در لا اسکالای میلان به روی صحنه رفت. این اپرا بر اساس نمایشنامه ای اثر ویکتور هوگو، نویسنده و شاعر فرانسوی قرن 19 هم ساخته شده. ملودی های زیبای دونیزتی معروف است. ملودی های پیوسته و لگاتو که موسیقی را به نوعی نقاشی تبدیل می کند. T'amo qual s'ama un angelo. سیمیرا استوینووانا خواننده سوپرانوی اهل بلغارستان نقش لوکرتسیا بورجیا را ایفا کرده. بلکانتو تو سینگن خواندن به سبک بلکانتو فقط به معنای تولید صدا نیست، بلکانتو یعنی زیبا خواندن. یعنی صدای خواننده باید کیفیت خوبی داشته باشد و از تکنیک درست و جمله بندی صحیح برخوردار باشد. در بلکانتو شما می توانید تکخانی را آب و تاب بیشتری بدهید و تزیینش کنید. تزیین صدا مثلا می تواند به معنی افزودن نوت‌های زیر یا ادامه و حفظ آن نوت‌ها در انتهای هر آریا باشد، در حالی که صدای ارکستر بسیار بلند است. آریا را به این شکل تمام می کنید.